سلام به برای بچه سوبر رپ تایم، امیدوارم حال دلتون هر کجا که هستید خوبه، خوب باشه. صبحتون بخیر ستونای گنگ. امروز جمعه، ساعت حدوداً 10:11 است فکر کنم. تصمیم گرفتم که پاشم یه ویدیو واسهتون ضبط کنم، اونم چی؟ ریاکشن به کارهای جدید آیسان اسلامی. به به، یه 6-7 کارشو آوردم، کارهای کوتاهشم آوردم با هم ریاکت بریم. زیاد ویدیو رو طولانی و خسته کننده نکردم که تا آخرش نگاه نکنین، یه طوری در آوردم که تا آخرش بشینین نگاه کنین و حال کنین. ستونای گنگ، کمکی ازتون میخوام، زیادم نمونده به 1000 تایی شدنم، اون الان دوروبر 600 تایم، یه حل بدی زودتر دیگه تو یکی دو ماه 1000 تا رو بشیم بریم واسه زدن 10000 تا، 20000 تا، 30000 تا مثل بقیه یوتیوبرها. دمتون گرم دیگه. اگه ویدیو رو میبینید حتما سابسکرایب رو یک دقیقه بزنید و زنگوله رو روشن کنید. مستقیم بریم ادامه ویدیو. ستونای گنگ ویدیو هم آماده کردم که ویدیو ردر، یعنی بین این رپر و اون رپر کدوم انتخاب میکنم، که یه سری مجازاتی خفنم داخلش هست که خودم از قبل آماده کردم مجازات رو، همه رو اوکی کردیم که حالا یه نفر میاد ازمون یهو سوال میپرسه و ویدیو خیلی جنجالیه. سعی کنید حتما کانال ساب کنید. منتظر ویدیو شنبه باشید دیگه، شنبه ساعت 4 بعد از ظهر. آقا قضیهش واقعا خیلی پیچیده است، اینکه نمیدونم بهش میگن پسر شاه، نوه رضا خان، نمیدونم، اصلا یه سری چیزای خیلی پیچیده ای هست سر همین قضیه ها. بعد ولی اونجوری که میدونیم خیلی پسر بیادبیه، مثلا فوشینا زیاد میده، هیترینا خیلی کم داره، یعنی هیتراش خیلی کمن در اون حد که شاید تتلو با اینکه زیاد فوش میده اندازه اون هیتر نداشته باشه. و دلیلشو واقعا هم نمیدونم من چرا انقدر فوش میده و چرا انقدر اصلا محبوب شدی هوی، اصلا آیسان اسلامی چرا یه هوی اینقدر اومد بالا، چطوری اینقدر روش کرد سری، واقعا عجیبه بسن. و حالا کاری به این چیزا ندارم، منم که هیتش نمی کنم، تو هم بچه بالی باشم خیلی حال میکنم، ولی جامعه ما از هنرمند هیچ حمایتی نمیشه، ولی کسی که میاد فوش میده حمایت میکنن، منطقیه. علاوه جدا از فوشش بچه خیلی باحالیه، لهجه شمالی داره، با اینکه شمالی رو ما خیلی دوست داریم. بعد آیسان اسلامی 6-7 کلیپ کوتاه ازش آوردم با هم ریاکت کنیم و میگم که ویدیو رو زیاد طولانی در نیاوردم که خسته بشید. بریم حالا سراغ ویدیو. توضیحاتی بود که یه ویدیو ببینیم بعدش توضیح بهتون میدم دیگه. آقا بریم اولین ویدیو رو از این سمت ببینیم. آقا اینجا دم خونه ماست، ما این ارشیا رو پیاده کردیم، کلیدو جا گذاشتیم، ارشیا کلید آورد. این ماشین آقا ارشیا تازه خریده، انشالله که هواپیما بخریده داشت. ارشیاست، این رپر است، رپری که تو تکزاس سفر کنم، بسیار قشنگه، توش هم آبیه. بینه چیه؟ بعضی وقتا پول داره ولی استعدادشو نداری، جوره نمیتونی میره خود استعدادارم داشته باشی همراه پول. آجی آدم ارشیا دمت گم داداش، I love you، مواظب خود باش، دمت گم، تکس کن خب، دمت گم حاجی، آدم حال میکنه میبینی. آره میگم بعضی وقتا واقعا خیلی واجبه که تو اون پوله رو داشته باشی، میدونی، پوله داشته باشی، هنره هم داشته باشی گنونه، چون اگه بخوای فقط هنر خالی داشته باشی توی مارکت بالا نمیای، بخوای پول هم داشته باشی شاید ذره معروفش، ولی کسی با کارات خاطره نمیسازه معمولا، مطمئن باش که خاطره نمیسازن. مثلا ارشیا رو مثلا کی میشناسه؟ هیچ کس. فقط من شاید اون موقع سری بحثای دنبالش میکردم میشناختمش. مثلا یارو تگ و تنها اومده برای خودش آمریکا درس خوند و الان برای خودش بنز خرید و من لذت میبرم ماجید. همه موفق باشن. کاستا کورتا چولیاتو برادر. مامانی جون بیا تو رو لیم کیسه کنم. اینا زبون آیسان رو نمیفهمن، آیسان هم قشنگ اسکاشون میکنه. I love you mommy، زن خوبیه، بهش میگم مامان مهربان باش. پشنو زن خوبیه، بهش بگم مامان. واقعا باحاله. بعضی وقتا من دیدم یه ویدیو، نمیدونم داخل پلی لیست اینا گذاشته باشه یا نه، ولی یه ویدیو بود خارجی فوش کشه که مادر فاک داد افتاده بود خارجی دنبالش، یه دونه کس درست حسابی جواب نمیده. آی من کیرم به این زندگی، آی کیرم به این زندگی خار کسه. آقا آیسان این چیزی گفته بود که این پیجایی که برمیدارن توییتای منو میذارن، فوشای منو میذارن تو اکسپلور پر میکنن، واقعا راضی نیستم. مثلا یه چیزی، یه فوش به یه نفر میدم بعد تو اکسپلور برمیدارم میمش میکنم، ولی تو خب معروف شده، الان 2 میلیون حدودا فالوور داره و واقعا خوبه. به قول پوتنگه شما بیشتر فالوور دارید تا دلار، البته این دلار هم داره، دلار خیلی داره، معلومه دیگه سر وضعش. کلیپ سوم
شما بیشتر فالوور دارید تا دلار. به خدا قدایی، خوبی من که میدونی چیه که من همون ساعت قرازه خونه مادر بزرگ بهت میگم، من خلاصم برادر من. اینا همه کسبازی، آی بیدار شیم، آی اینجا رو بزنیم، آی تو چون رو بزنیم، آی تو خایه رو بزنیم، آی اون کسه رو بیار علکی رد شه، نمیدونم شورت لای چونش بماله. نداداش، نه شورت، نه چون، نه کس، خودم و رفیقام حال میکنم، سخنرانی میکنم، فل بدای داداش تا فردا صبح صحبت میکنم. الان یه در مورد این پایه صحبت میکنم، از این پایه میرم پیش خواهر خانوم این صاحب مثلا کارخونه، اون کیه، اون چی شد با اون ازدواج کرد، من ترمز ندارم که برادر، اونا باید فکر بکنن لباس بیارم. من صبح بیدار میشم دوربین بعضی حرفاش خیلی قشنگه، مثلا حرف انگیزشیش واقعا خداست و باله، یعنی واقعا خوبه بعضی از حرف انگیزشیش. البته بگی بالا بگی سلام علیکم، اونجوری شد اونجوری شد، اون آقا من دارم میرم دیگه، ولش کن با ما داریم میریم، با خداحافظ. چی کسی شرط هفت میدی؟ باله آیسان اسلامی یکی از بی‌ادب‌ترین پسرای ایرانه دیگه، بچه مازندران هم هست. مازندران دیریل میام لندنی، ویدیو بعدی آخرین تلاش من تو روز قیامت جلوی خدا و نرفتم به جهنم. بسم الله الرحمن الرحیم، پروردگار رو زن شیطون گاییدم، هم من یوجی و مشتب سکلا پس فلا بشمام که بال بود. یه دارم داشت میگفت پروردگار رو سلام با... نه میگفت سلام بر حسین، زن یزید گاییدم. آیسان اسلامی ویدیو بعدیش، سکرم ویدیو بالش رو بذارم و واقعا فکر کنم بال بودن تا اینجا کار. حاجی انقدر سرغالم که خدا میدونه، خواهرش گاییدم، نمیریم گزکش، داریم چند سبای حال میکنیم، بریم تو این خارق به ارواح مادر بزرگم، من میرم هالیوود. خواهر زدگی رو گاییدم، نگاه کنید میتونه واقعا بره هالیوود چون استعدادشو داره. اگر نرفتم کلی کلی هالیوودی ها رو بگیم پسر قدیر داره میاد. واقعا باله. این خاکی بودنش، مخصوصا خاکی بودنش یه کاری کرده که اینقدر فالوور جمع کنه. بگیم پسر هیدر کلار، بگیم پسر هیدر کلار کرار خلاص کرده، دارن سربالایی داره میاد. بگیم از چلندر تیکی تیکی اومد چالوس، نوشهر، تهران، پرواز خال آمریکا، خار کسه. به کی بکش پسر که حق توه، پسر حق توه، چونت پاره شد تنهایی، گاییده شدم آجی، خوارم گاییده شد والا بابا. اینا همش درده برادر، 40,000 تا آدم زنده میان برادر، یه لشگره افشاریه چند هزار نفر بودن، زیاد بودن یا نه؟ مال ما همون قاعده دیگه افشار. ولی حالا دور از شوخی، اینکه آیسان خیلی تلاش کرده و اینجا رسیده تو شبکه‌های سوشال مدیا اینا، ولی آیسان از قبلی پولی داشته که تونسته بره آمریکا، نمیذارم که. ولی واقعا تو کشور خودمون حمایت ها خیلی پایینه، هیت خیلی زیاده، میدونی بعضی وقتا اون هیته میشه حمایت از یه سری افراد، مثلا بعضی وقتا فوشای شما باز میشه، یه ویدیو من پامپ بشه مثلا 2000 تا بازدید بخوره، میدونی این قضیه. ولی سعی کنید حمایت کنید، چون که بیننده اید الان با یه سابسکرایب کردن من رسوندن من به 1000 تا واقعا کاری نداره. دمتون گرم، بازم میگم مخلص همتون هستم. بریم واسه ویدیو بعدی. چیه قدرت تکلمم جلو کراشم؟ کوچیک اونا هم هستیم که اگه کسکیجه گرفتیم آجی چی میگی برادر؟ I'm talking man. یه بار دیگه بینیم، خیلی خوب بود. کوچیک اونا هم هستیم که اگه کسکیجه گرفتیم آجی چی میگی برادر؟ I'm talking man. خیلی باله. بریم واسه بعدی آیسان اسلامی. جوری کراشش چرا اینجوری شد با آن روح؟ آدم هایی که قلب صافی دارن مثل من کسخل بددهن هم یه مقدار گرفتی چیلی شد لباس های کار بدن داره ولی یزیدا سمته. من منظورم رو میخوام به شما برسونم که مشکلات حل بشه. فوش خیلی میده دیگه، اصلا فوشاش واقعا بی نهایته، تموم نمیشه هر چقدر فوش میده یزید. و بعضی فوشاش قشنگ حال میکنه، جلوی خانواده اصلا نمیشه گوش داد، ولی مثلا بعدش چرا. و مطلب بعدی که امروز بریم واسه بعدی، چه سیس باحالی داره اینجا. و مطلب بعدی که امروز من خواستم به خودم بگم اینه که یه حلقه طلایی آی سی داری میگایی، ول کن خارکوس، برو دنبال زندگی آی سی، ول کن سر شاهه. نوه رضا خان باشی؟ خیلی حال میکنم آجی اینو میگم خودم. این لقبی که انداخته رو خودش دیگه،
آره پسر شاه نوه رضا خان باشه همینه دقیقا. بیا بالا دیگه کیرتو دهنت دیگه کسکی. خب بریم بعدی. وقتی ماشین بغلی بهم تعارف میکنه که اول من برم واکنشم. بیا بالا دیگه کیرتو دهنت دیگه کسکی چه کسکی جه آی کونی ننه کیردوز کسکش آجی این دیگه خیلی فوش میده. آها ویدیوش پیدا کردم. سلام بر حسین زن یزید و گاییدم. دقیقا همین بود. سلام بر حسین زن یزید و گاییدم. آره دقیقا خودش بود. آب بود؟ پشمام چجوری آب؟ چبا بالی بود تو امریکاست دیگه آجی. آب مدنی نیست که. آخرین ویدیو آیسان که انتخاب کردم واسه تون. اگه ببینم میتری و پارت دوبار میشم 100% میسازم واسه تون. وقتی دوستم لهجهش رو عوض میکنه به جان به ارواح نه به ارواح خلکواجی بچه ها خرابه تا چون تو چرا لحجه تو شده بچه تهرونی ها میکنید وای چه تهرونی بالی شد من این تو بچه شمال نیستی بچه ما مازندرانی هستمی اما من محلی گبازنیم بچه ها نظرتون رو حتما بنویسید در مورد آیسان. من که به شخص خودم داخل اکسپلور میبینم باهاش حال میکنم واقعا. نظرتون رو حتما واسم کامنت کنید. یادتون نره چنل یوتیوب رو سابسکرایب کنید. اگه میخواید پارت دوم ویدیو رو واسه تون بسازم حتما حتما کامنت کنید. یکم تعداد کامنت رو بالا بره 100% پارت دوم هم میسازم. دوستتون دارم. با امید دیدار.